زنان در چند سال گذشته در افغانستان وضعیت نابسامانی داشتند، به خصوص این که در ولسوالی ها و یا ولایت های دور افتاده که باشنده های آن از لحاظ سواد در سطح پایینی به سر میبرند، مشکلات گراف بالایی داشت. زنان در ولایت بادغیس نیز در جریان این سالها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کردند. این مشکلات را با مونس قادری، رئیس اداره امور زنان ولایت بادغیس مطرح می کنم. خانم قادری، سلام بر شما. مشکلات زنان در ولایت بادغیس چی هست؟ خب چون که در طی این چند سالی که میگذاره مشکلات خاص زنا دوچار نمی باشند، چون که خیلی تحت حمایت و پشتیبانی خاص دولت قرار دارند و در تمام عرصه‌ها فعالن و بله؟ اشتراک می کنند. صرف یگانه مشکلی که دارن از ما به قرا و قصبات دوردست داریم که چون سطح تعلیم و تربیه خانم ها پایین است، هنوز هم بله؟ وقت نیاز داره که تا ما بتانیم به مشکلات از او خانم ها رسیدگی شه. در کل در خود ولایت ما شکر مشکل خاصی برای خانم ها نداریم. زمینی کار، زمینی تحصیل شکر برای خانم ها خیلی فراهمه و تحت حمایت خاص دولت هم ما می باشیم. بله خانم قادری، چه خشونت های بیشتر بر زنان ولایت بادغیس ثابت شده؟ خوب خام خواب باز هم به خاطری که از یک نگاه میبینیم در صورتی که سطح آگاهی هم بلند بره میزان خشونت ها بلند میره، به خاطری که خانم ها از حق و حقوق خود آگاهی کاملی پیدا میکنن. بله چرا میزان خشونت ها بلند رفته، ولی نظر به ای که کار صورت گرفته و مشکلاتی که سر رای از اونا بوده برداشته شده، اونا از حق و حقوقی که دارن آگاهی تا اندازی پیدا کردن، زمینه بر اینا مساعد بله. شده تا اونا بیایم مشکلات خود مطرح کنن و به حق از اونا رسیدگی صورت بگیره. بله و برای آخرین سوال خانم قادری، زنان چه نقشی میتوانند در پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی داشته باشند؟ خب این چیزی که برای ما و شما برای تمام بیننده‌های محترم هم ویدا هست، خانم ها در پروسه امنیت و صلح همیته که در بین فامیل نقش مهم و ارزنده دارم، فکر کنم در بین جامعه و اجتماع هم نقش مهم و ارزنده دارم. همین قسمی که برادرها میتونن در پروسه صلح و امنیت فعالیت های چشمگیری را انجام بدن، خانم ها هم همین توانمندی دارن که بتانن نشان بدن که همین همت و توانمندی که دارن به خرج بدن تا که بزی پروسه سعیم شم و بتونیم ما به یک امنیت کامل و یک پروسه کامل انسول زندگی خود پیش ببریم. با تشکر از شما خانم مونسه قادری، رئیس اداره امور زنان ولایت بادغیس با ما بودند. لحظاتی بعد خبرها رو پی میگیریم.